این هفته با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط حسن روحانی انتقادات گسترده‌ای مطرح شد درباره اینکه در تصویب این کنوانسیون ایران به نوعی قافیه را باخته و به دلایلی از حق خود گذشته. آیا این درست است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. خزر بزرگترین دریاچه دنیاست که معمولاً به آن دریا میگوییم، اما چون دریای آزاد نیست و شرایط کاملاً ویژه دارد، قوانین معمول دریاها هم بر آن حاکم نیست. رژیم حقوقی دریای خزر بحثی دنباله‌دار بین ایران و همسایگان شمالیش بوده، بحثی که بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی آغاز شده و به گفته ایران علارغم امضای این کنوانسیون هنوز هم ادامه دارد. وزارت خارجه ایران میگوید توافق با کشورهای منطقه در فضای کاملا دوستانه بعد از هزاران ساعت بحث و بررسی و مذاکره حاصل شده و منافع همه کشورهای ساحل منطقه را در نظر گرفته. متن کنوانسیون به همراه 6 توافقنامه دیگر به امضا رسیده. ایران میگوید با اینکه کنوانسیون امضا شده، خطوط حدود بستر و زیر بستر دریا به مذاکره بیشتر نیاز دارد. بحث فقط بحث محدوده نیست، بلکه منابع زیر دریای خزر، به خصوص آن بخش در محدوده کشورها قرار نمیگیرد، موضوع اصلی است. آیا در امضای این کنوانسیون سر ایران کلاه رفته؟ برای بحث در این باره 3 میهمان داریم. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل بریتانیا با ماست. سعید باقری، پژوهشگر حقوق بین الملل از مؤسسه دانشگاهی اروپا در فلورانس، امروز از کمبریج همراه ما شدند. و امید شکری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که تز دکترا ایشون درباره منابع انرژی در دریای خزر بوده، همراه ما هستن. خوش آمد میگم به هر 3 مهمان برنامه. اجازه بدید از شما شروع کنم. آقای شکری، آیا به نظر شما سر ایران کلاه رفته در این کنوانسیون؟ ممنونم. این روزا تبلیغات زیادی میشه که خودتونم در مقدمه ذکر کردیم که سر ایران کلاه رفته. من اینطور فکر نمی کنم. یعنی حتی به قراردادهای پیش از انقلاب و پیش از فروپاشی شوروی هم نگاه بکنید، گفته شده که منابع دریا به طور شراکتی توسط ایران و شوروی سابق استفاده میشه. هیچ و هیچ جا در هیچ بیانیه، هیچ قراردادی صحبت از سهم درصدی فلان، 50% یا بیشتر یا کمتر ایران و یا شوروی نشده. و پس از فروپاشی شوروی و پس از مذاکرات 25 ساله قراردادی که هفته قبل امضا شد، بازم در اون بحثی از سهم به میون نمیاد. من فکر نمی کنم در مورد سهم بسیار خوب بسیار علمی، یعنی درصدی زیاد شده باشه. آقای باقری، به نظر شما پس این سر و صدا حول و حوش سهم 50% ایران از کجا میاد؟ اینکه گفته میشد ایران 50% سهم داشته در زمان شوروی و باید این سهم رو به نوعی میگرفته از کشورهای دیگه. خب ببینید، این برمیگرده در واقع به اون معاهده 1921 که قبل از فروپاشی شوروی بین دولت‌های شوروی و ایران امضا شده بود. خب اون موقع 2 کشور حاشیه در واقع خزر وجود داشتن، دولت ایران و دولت شوروی، و طبق این معاهده در واقع قرار شده بود که این در واقع 2 کشور حافظ منافع اقتصادی و نمیدونم نظامی دریاچه خزر باشن. ولی خب بحثی که هست، متاسفانه بعضی از دوستان در واقع این رو مطرح نمی‌کنن و یا غافل از واقعیت این امر هستن. اون چیزی که هست که ببینید، در اون موقع هم حتی در قالب این معاهده، اگرچه در روی کاغذ همچین چیزی در واقع سهم مشترک و دو طرفه و یا همون 50% بین دو کشور مطرح بود، ولی خب عملاً باز هم دولت ایران چیزی تحت عنوان 50% نصیبش نشده بود، به خاطر اینکه دولت شوروی اون موقع هم دولت هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ کنترل نظامی منطقه قدرت حاکم بود و به لحاظ عملی میشه گفت اون موقع هم دولت ایران متاسفانه یک شریکی بود که سهم اندکی از منابع اقتصادی این منطقه در واقع نصیب شده بود. یعنی در اون قطعنامه، در اون معاهده مودت هم در نظر گرفته شده بود استفاده از منابع، یا فقط حق کشتیرانی بود؟
بله منابع هم بود، ولی خب نمیدونم حالا ایران، دولت ایران این رو خودش متاسفانه نتونست اجرا بکنه و یا استفاده بکنه و یا اینکه دلایل دیگری مطرح بوده، ولی خب همونطوری که گفتم در عمل اون کشور غالبی که هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ اقتصادی در اونجا در واقع حاکمیت خودش رو داشت اجرا میکرد این دولت شوروی بود نه ایران. و آقای آریان، آیا از آغاز اصلا برای ایران ممکن بود با توجه به سهم مرزی که ایران داره؟ خود شما یک مطلبی نوشتید که حدوداً 6700 کیلومتر هست این حاشیه خزر، در واقع محیط خزر، و ایران حدود 675 کیلومتر اون رو داره. آیا اصلا هرگز میتونست چنین خواسته‌ای داشته باشه برای سهم بیشتر؟ خیر، ببینید ما سه تا، همینطور که دوستان گفتند، ببینید ما سه تا قرارداد دادیم، عهدنامه داریم که جلوی ما هست. یکی عهدنامه ترکمنچای مال 1828 1206 خورشیدی که ایران رو در ارتباط با دریای خزر محروم کرده از هر گونه کشتیرانی و حضور. بعد میرسیم به پیمان حساب 1921، پیمان دوستی ایران شوروی، و در نهایت 1940 پیمان تجارت و کشتیرانی در دریای خزر. یعنی به ایران اجازه دادن که در دریای خزر کشتیرانی داشته باشن. و در این حال تو این قراردادها وقتی که ما نگاه میکنیم تو این پیمانها، یعنی هیچ سهمی برای نه شوروی قائل شدند نه برای ایران، استفاده مشترک. بعضی از به هر حال کارشناسان یا دوستان یا در فضای مجازی اینو اینگونه تعبیر کردن به سهم 50-50 و نصف نصف. اصلا چون این چیزی واقعا وجود نداشته و از نظر حقوق بین الملل و از نظر عملی اصلا قابل قبول نیست. شما تصور بکنید ایران نقشه دریای خزر رو جلوتون بذارید که 50% مال ایران باشه و اون 50% بین 4 کشور دیگر تقسیم میشه. آقای آریان، اونهایی که این رو استدلال میکنن میگن که ایران که سر جای خودشه، شوروی 50% رو داشته و حالا تقسیم شده، اون دیگه مشکل اون کشورهای دیگه است. نه اینجوری نیست. ببینید ما نمیتونیم مسائل جغرافیایی رو که نادیده بگیریم. درست شوروی بوده، ما عنوان یک به حساب انتیتی به حساب میاریم، ولی در داخل اون شوروی جمهوری سوسیالیستی آذربایجان بوده، جمهوری سوسیالیستی قزاقستان بوده، جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان بوده و جمهوری سوسیالیستی روسیه بوده، همه جزء اتحاد جماهیر شوروی. یعنی اینا وجود داشتن در داخل اون. درست. و با توجه به ساحلی که ایران داره و با توجه به اینکه هیچ جا ذکر نشده که دریای خزر باید نصف نصف باشه، واقعا اگر نخواهیم موج بر سوار به حساب این احساسات و فضای مجازی و صحبت ها بشیم، اصلا 50% مطرح نیست و ایران هم مطرحش نکرده، مگر اینکه بعضی از اشخاص در روزنامه ها و رسانه ها حرفایی در این مورد زدن. صحیح. بحث دیگه بحث توافق‌های دو جانبه است. آقای شکری، گفته میشه که کشورهای دیگه به هر حال به دلیل نزدیکی فرهنگی که اون کشورهای جمهوری در واقع جمهوری‌های سابق شوروی داشتن با هم دیگه، اینها توافق‌های دو جانبه‌ای دارن که به نوعی سهم ایران رو کوچک می‌کنه در دریای خزر. آیا اینطور هست؟ مهمترین توافقی که بین تا کشور نسته تا کشور حاشیه دریای خزر منعقد شد بین روسیه و قزاقستان و آذربایجان منعقد شد در اوایل سال 2000، دهه 2000، که بین علی خصوص به آذربایجان و ترکمنستان امکان داد که بتونن بیشتر از منابع زیرزمینی، یعنی به خصوص نفت و گاز این منطقه استفاده بکنن. وقتی رژیم دریایی نامشخص بود، کشورها زمان رو از دست ندادن و سعی کردن با تانسا که میتونن با استفاده از اصل مذاکرات بتونن سهم خودشون رو و از منابع عظیم نفت و گاز دریای خزر بیشتر بکنن. و عرض کردم همین بهترین مثالش قرارداد سه جانبی است که بین قزاقستان و آذربایجان و روسیه منعقد شد و تونست ویژه آذربایجان تونست در بازار منطقه انرژی بتونه نقش بازی بکنه و منابع دریای خزر کمک شایانی به آذربایجان و ترکمنستان کرد که اقتصاد خودشون رو بهبود بخشن. و میدونیم که بحث اصلی منابع مشترک بین ایران و آذربایجان هست. آیا ایران و آذربایجان هرگز موفق شدند که یک مذاکره نتیجه داری در مورد این منابع داشته باشند؟
آخر مذاکرات تقریبا 3-4 ماه پیش انجام شد، حتی قرار شد که برای یافتن سرمایه گذار و تکنولوژی مورد نیاز در میدان مشترک قراردادی هم امضا شد، ولی خب با توجه به اینکه منابع عظیم نفت و گاز ایران در دریای خزر در اعماق دریا و هستش و تکنولوژی بسیار بالا و سرمایه بسیار زیاد نیاز هستش که این منابع تولید بشن و عرضه بازار مصرف داخل و خارج بشن، با توجه به تحریم آمریکا و اینکه کشورهای خارجی زیاد شرکت‌های بزرگ زیاد مایل نیستند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، ایران هنوز نتونسته از ثمره توافق با آذربایجان برای بهره‌برداری از میدان مشترک و سایر مسائل تا به امروز موفق باشه. و آقای باقری، اون چه که ایران در این کنوانسیون بالاخره به دست آورده چی هست؟ ایران معتقده که تونسته یک در واقع رژیم امنیتی که مورد نظرش بوده رو در آبهای خزر برقرار بکنه. ببینید خیلی از سالهای قبل، به خصوص همونطور که آقای شکری بهش اشاره کردن، بعد از اون قرارداد 1998 ایران در یک اقدام تلافی جویانه اومد همون بحث 20% خودش رو مطرح کرد که در واقع روی کاغذ همه چیزی اصلا مطرح نبود و این رو در واقع به عنوان یک عکس العمل از خودش نشون داد و اعلام کرد که از این پس ایران در این قسمت از در واقع سواحل خودش یک بستر 20% داره و کشورهای دیگه نمیتونن از این منطقه استفاده بکنن و وارد عملیات نمیدونم دریایی و هر گونه عملیات بهره برداری اینا بشن. ولی خب چیزی که هست این مسئله، این بحث 20% از همون موقع، از اوان بحث در واقع مطرح شدن این بحث با مخالفت بسیار بسیار جدی کشورهای آذربایجان و روسیه میشه گفت مواجه شد و به خاطر همین رفته رفته دولت ایران اومد حالا نمیدونم بنا به سیاست هایی که در واقع دولت جمهوری اسلامی اونها رو در واقع داشت دنبال میکرد، در این سیاست خودش تجدید نظر کرده، این بحث 20% یعنی همون اصل برابری رو در واقع یک مقدار درش تجدید نظر کرده و اومد یواش یواش در واقع سوق پیدا کرد به سمت اصل انصاف. و بحثی که مطرح شد این بود که خب این بار اگرچه ایران، دولت ایران به دنبال اون 20% نیست، ولی خب حداقل ما این حق رو داریم که بتونیم هماهنگ در واقع همراه با دیگر کشورهای ساحل دریاچه خزر از در واقع منابع و حقوق برابری بهره‌مند بشیم. ولی خب اون چیزی که مناطقی که در مناطق در واقع خب یک چیز مشخصی اعلام کردن، 15 مایل دریایی هر کشور حق داره که منابع رو استفاده کنه، 10 مایل دریایی هم اضافه بر اون برای ماهیگیری، اون منطقه‌ای که خارج از این محدوده میفته تکلیف منابعش چی هست آقای باقری؟ ببینید بحثی که اصلا بحث اون منابع بیشتر خود دولت ایران واقف به این امر بود، تنها چیزی که ایران به دنبال اون هست بحث دولت آذربایجان و کشورهای قزاقستان و ترکمنستان هست که بعد از فروپاشی شوروی اینها باعث شدن که یک مقدار دولت ایران دچار تشویش بشه، به خاطر اینکه این در واقع این سه کشور باعث شدند با اون در واقع تقویت اقدامات دریایی خودشون در واقع برداشت منابع از قسمت در واقع مخصوص به خودشون، باعث شدن که باز کشورهای غربی و به خصوص امریکا یواش یواش بخوان سرمایه گذاری بکنن تو این منطقه. و بحثی که هست بحث از منابع نمیدونم حالا ماهیگیری و اینا نیست، بحث اینه که دولت جمهوری اسلامی از اول بحث، از اول این مسائل در واقع پیش رو به دنبال این بود که جلوگیری بکنه، مانع بشه از ورود مداوم و به صورت جدی ایالات متحده و کشورهای غربی در این منطقه به چند دلیل، و مهمترین دلیل این بود که این مسئله باعث می شد که در آینده نه چندان دور تقاضاهای بین‌المللی برای نفت ایران در خلیج فارس کمتر بشه. و خب همونطوری که خود کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر بارها و بارها بر این مسئله تاکید میکنند که دیگه یواش یواش زمان اون فرا رسیده که ما در واقع وابستگی خودمون به نفت و منابع نفتی خلیج فارس رو کمتر بکنیم و در واقع میشه گفت به دریاچه خزر به عنوان منبع انرژی دوم در دنیا نگاه کنه. و خب این تنها چیزی بود که دولت جمهوری اسلامی به دنبال این بود، این هدف بود. و اشاره جالب کردید آقای باقری که به خزر به عنوان منبع دوم انرژی در کنار خلیج فارس نگاه بشه، در حالی که آیا یعنی یکی از مسائلی که کشورهای اروپایی همواره دارن مونوپولی گازی روسیه است که خیلی از اونها دارن سعی میکنن از این مونوپولی خارج بشن. و
آیا این بخش از این کنوانسیون که به کشورها اجازه میده که خطوط لوله زیر خزر برقرار بکنن، میدونیم چیزی بوده که قبلا هم روسیه هم ایران باش مخالفت میکرده، آیا میتونه علیه مونوپولی روسیه در اروپا وارد عمل بشه؟ تا حدی. ببینید وقتی که من میگردم به یکی از سوالاتی که شما کردین در ارتباط با اون 15 مایل و 10 مایل، این 15 مایل و 10 مایل رو که در واقع انتخاب کردن 10 مایل برای مایل دریایی برای ماهیگیری، اون چرا که دریای خزر میمونه مشا است. البته اول باید بستر و زیر بستر رو ایران با کشورهای آذربایجان و همینطور ترکمنستان تعیین بکنه. اما ماده 14 همین کنوانسیون اجازه میده که بخوان از زیر دریا لوله بذارن برای انتقال گاز یا بافه یا کابلای دریایی، و این یک فرصتی خواهد بود که ترکمنستان بتونه گاز خودش رو و همینطور قزاقستان از طریق ترکمنستان این گاز رو انتقال بدن به باکو و از اونجا به اروپا. میتونه تا حدی اثرگذار باشه و یک تنوعی بده به منبع انرژی به کشورهای اروپایی. البته در قسمت گونشلی و قسمت گازی دیگه آذربایجان داره گاز خودش رو استخراج میکنه و این رو به ساحل داره میرسونه. چرا ایران نمیتونه از این امکان استفاده بکنه؟ به ایران هم دلش میخواد به اروپا گاز صادر بکنه. خب ایران اولا از طریق دریای خزر که هنوز مشخص نشده، ایران فعالیت اونچنانی نداره، بسترش معلوم نشده، سرمایه گذاری خارجی نداره برای این کار. در ارتباط با منابع گاز ایران در جنوب، اون برمیگرده به سیاست خارجی نداشته ایران و مسائلی که ما داریم درد و رنجش و ملت ایران دارن میکشن برای این سیاست خارجی و اینکه سرمایه گذاری خارجی به ایران نمیاد. ولی به طور کلی اون چرا که ما میتونیم در مورد ایران واقعا بگیم اینی که یک نمونه از همکاری خیلی به هر حال کمرنگ بین ایران و آذربایجان مشخص شده. همینطور که دوستان گفتن، در گذشته وقتی آذربایجان اومد در اون منطقه مورد منازعه چاهای در واقع آلوب و چاهای مجاور اون رو که شرق بوده این رو توسعه داد، ایران کشتی فرستاد، هواپیما فرستاد، این در سال 2003 بود و این منطقه به هر حال برکنار شد. ولی به تازگی یک سند همکاری یا به طور کلی تفاهمی بین ایران و آذربایجان به وجود اومده که اون چاه آلوب رو که ایران بهش میگه البرز، این رو با همکاری دیگه بتونن توسعهش بدن. که آقای زنگنه وزیر نفت گفت، خیلی خوشحال شد و گفت که به هر حال قفل دریای خزر باز شده و امید میتونیم داشته باشیم که این همکاری ها و این حسن تفاهم ها منجر بشه به مشخص شدن بستر و زیر بستر بین ایران و آذربایجان و همینطور با ترکمنستان. آقای شکری، مسئله که آقای آریان هم اشاره کردن، مسئله جذب سرمایه گذاری خارجی، مسئله هست که به هر حال ایران به خاطر مشکلات تحریم ها و مسائلی که داره باهاش دست به گریبان هست. در جنوب ایران مثلا با قطری مسئله رو داره که قطری ها به خاطر سرمایه گذاری کلان خیلی راحت از اون حوزه گازی مشترک دارن سالهاست که بهره برداری میکنن و ایران نتونسته اون بهره رو ببره. آیا در آذربایجان، در مورد آذربایجان هم با یک همچین شرایطی روبرو هستیم؟ من باید این نکته رو عرض بکنم که خب در دوره اول روحانی و همینطور دوره دوم اولویت اول ایران بهره برداری و سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گازی ایران با کشورهای همسایه بود. ایران تقریبا بین 26 تا 30 تا میدان مشترک نفتی داره که بزرگترینش همون میدان فارس جنوبی هستش. همونطور که شما هم گفتین، قطر با سرمایه‌گذاری میلیاردی و حضور شرکت‌های بزرگ مثل توتال تونسته به بزرگترین صادرکننده ال‌ان‌جی تبدیل بشه. در مورد منابع نفت و گاز ایران و همچنین منابع مشترک با آذربایجان در دریای خزر، تا موقعی که این مسئله تحریم‌ها هستش، هیچ شرکت خارجی بزرگ ریسک نمی‌کنه که بیاد در منابع نفت و گاز ایران، چه در جنوب در دریای خزر، چه در استان خوزستان یا حتی در دریای خزر سرمایه گذاری بکنه. ریسک سرمایه گذاری بالاست، عرض کردم، به خاطر اینکه منابع ایران در دریای خزر
در اعماق زمین هستند، تکنولوژی و سرمایه گذاری بسیار زیادی لازم است. هم خطر تحریم های آمریکا، هم ریسک سیاسی و هم ریسک اقتصادی به شرکت های خارجی لازم اینه که بتونن در این حوزه سرمایه گذاری بکنن. و فکر کنم در کوتاه مدت و بلند میان مدت ایران شانس زیادی برای بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر با توجه به شرایط فوق نداشته باشه. آقای باقری، بحث دیگه بحث ژئوپلیتیک منطقه است و اینکه چقدر روسیه در کل این تصمیم گیری در این کنوانسیون تاثیر داشته. خبرهایی از خبرگزاری های روسی شنیدیم که متن این کنوانسیون توسط کارشناسان روس تهیه شده. چقدر اصلا این ممکن هست؟ آیا اینطور میتونه باشه که مثلا متن رو روس ها تهیه کرده باشن، بقیه فقط پاش رو امضا بکنن؟ به لحاظ روابط بین الملل این رو میپرسم. و نقش کشورها به خصوص ایران در تعیین این کنوانسیون به چه شکل بوده؟ ببینید، خب اگر بخوایم با زبان عامیانه صحبت بکنیم، بله خب این بحثش میتونه مطرح بشه، ولی خب به لحاظ علمی یه همچین چیزی اصلا ممکن نیست. ببینید کشورها، خب کشورهای بزرگی مثل کشور ایران و یا به لحاظ اقتصادی که کشورهای مثل آذربایجان که در این منطقه در حال حاضر در واقع در شرایط فعلی حرفی برای گفتن داره، من فکر نمی‌کنم بیان پای قرارداد رو امضا بکنن که خودشون دخلی در اون نبودن. ولی خب بحثی که مطرح هست تو این زمینه اینه که من قبل از هر چیز به این مسئله باید اشاره بکنم که با اینکه منافع ایران و دولت روسیه در دریاچه خزر مشترک نیست و منافعشون در واقع متضاد هم هست، ولی با این حال در یک مورد اینها در این منطقه منافع مشترک دارن و اون هم بحث حضور کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده در دریاچه خزر هست. لذا به نظر من میشه گفت تا حدودی در واقع بر سر اون مسائلی که اینجا در واقع سرش میشه گفت تا حدودی بهش در واقع در روی اونها برای این مسائل به توافق رسیدن، میشه گفت تا حدودی نقش روسیه بیشتر بوده، اما نه به طور یک جانبه. به طور یقین میشه گفت که اینها با توافقاتی صورت گرفته و به همین دلیل من معتقدم که این کنوانسیونی که امضا شده در واقع درش یک مقدار مسائل سیاسی، حتی بیشتر میشه گفت مسائل سیاسی درش مطرح هست، به خاطر اینکه ما وقتی کنوانسیون رو الان داریم نگاه میکنیم با یک کنوانسیونی مواجه هستیم که خیلی پر اشتباه، نشاید بشه گفت مثلا پر اشتباه، خیلی گنگ هست. اگر توجه داشته باشید اصلا بحثی از تهدید حدود نشده و در اکثر موارد خیلی از مسائل در واقع خیلی مسائل ریز رو در واقع موکول میکنن به توافقهایی که بایستی در آینده بین طرفین در واقع انجام بگیره. و فکر میکنید آقای آریان این بحث تهدید حدود که وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ها و صحبت‌هاش گفته که این بحثی طولانی هست، ما در آینده به اون مشغول خواهیم شد، چقدر مسئله جدی و اختلاف برانگیزی ممکن هست باشه؟ و یک بحث دیگه این که این کنوانسیون چرا انقدر طول کشیده تا اینجا؟ 20 و چند سال طول کشیده که اینها بتونن بالاخره به اینجا برسن. همونطور که آقای باقری هم اشاره کردن، هنوز این هم خیلی نامشخص هست. ببینید مسائل مال دریای خزر و به طور کلی تهدید حدود در مورد زیست محیطی و ده ها موضوع دیگر از آلودگی دریا گرفته تا کشتیرانی و همینطور حضور نظامی و غیره و بسیار طولانی بوده. ما 4-5 نشست سران داشتیم، 51 در واقع نشست کارشناسی داشتیم. کارشناسان ایرانی به هر حال دخیل بودن در نوشتن. به یکی از نکات مهم اینه که در واقع میشه گفت که یک نقطه عطفی بوده و اون نشست 4 سران در آستاراخان بوده. در اونجا یک سند 19 ماده‌ای رو یا یه توافقنامه‌ای رو همه کشورها بهش رسیدن که بر پایه اون این کنوانسیون نوشته شد و در همون جا بود که مسئله 15 مایل و 10 مایل دریایی هم به توافق رسیده شد. بنابراین این به اون معنا نمیشه گفت که کاملا یک جانبه بوده و روسا این را نوشتن، گرچه روسا پیشنویسش رو قبل از کشورهای دیگر و قبل از اینکه نسخه پاسی شما ببینیم در رسانه‌های خودشون به نحوی پخش کردن. ولی مسائل بسیار بسیار پیچیده است و حالا هم مشخص نیست. این در واقع اول کار هست و همینطور که آقای آریان، چرا اینطور هست که بعضی از کشورها مثلا ازبکستان خیلی جشن گرفته، خیلی خوشحال بوده از نتایج این نشست اخیر که بقیه کشورها امضا کردن پای این کنوانسیون رو،
در بعضی دیگه از کشورها حالا واکنش ها متفاوت بوده، ولی فکر میکنید که چرا در ایران اینقدر واکنش ها ضد این کنوانسیون به نوعی ارزیابی شده؟ برای اینکه اول ببینید، این صحبت از 50% بود که قبلا صحبت شکردیم، بعد شروع کردن که آیا این دریا هست یا دریاچه هست، بحث‌های متوالی و اینا شد، آخرش به این نتیجه رسیدن که دریاچه هست. اگه واقعا میخواستن به قانون اساسی جمهوری آذربایجان مراجعه بکنن، باید ببینن که در بند 11 اون قانون اساسی اصلا گفته شده که این دریاچه هست. بعد مسئله 20% شد و بعد کارشناسان ایرانی، اونایی که جزء این در واقع مذاکره کنندگان بودن مثل آقای رحیم پور و غیره، گفتن که نه خیر، اصلا 20% هم مطرح نیست. حتی یک بار یکی از این دیپلمات ها گفت که دریای خزر هندونه نیست که ما بخوایم اینو به 5 قسمت مساوی تقسیم بکنیم. بنابراین مسائل بسیار طولانی است. حالا یکی از نگرانی های عمده و سوالاتی رو که همه میکنند و واقعا به حق هم هست، اینه که خوب خلاصه سهم ما چی شد، ما چقدر سهم داریم. و این یکی از مشکلات عمده پیش روی ایران و آذربایجان و ترکمنستان خواهد بود که بحث‌های طولانی در این مدت خواهد بود. و به باور من مجلس شورای اسلامی هم این کنوانسیون رو به همین آسونی تصویب نخواهد کرد. متشکرم از شما آقای آریان، آقای باقری و آقای شکری. همونطور که گفتن باید مجلس این پیش این کنوانسیون رو تصویب بکنه و همینطور سهم ایران هم به طور مشخص هنوز روشن نشده. ممنونم که با صفحه 2 این هفته همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شماست، bbcpersian.com/2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتر ما هست @bbcpage2. این برنامه در فیسبوک ما هم در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. فقط یادآوری کنم که برنامه صفحه 2 آخر این هفته در پنجشنبه 1.5 ساعت دیرتر از وقت معمول، یعنی 11:30 شب به وقت تهران پخش میشه. تکرار اون هم روز جمعه 30 ساعت دیرتر خواهد بود، یعنی 1 بعد از ظهر به وقت تهران. این تغییرات به دلیل برنامه ویژه‌ای هست که بی بی سی فارسی برای روز پنجشنبه تدارک دیده. ممنون که با ما همراه هستید. شب روز خوش. We'll be right back.